من 29 سالم بود که متاسفانه هر 27 ساله ها رو بالاخره به اجرا در آوردن. یکی از آقایونی که شد رئیس تربیت بدن ایران به خاطر مخالفتی که با امثال من داشتن میخواستن از صحنه فوتبال کنار بدن که این کارو کردن و منو دیگه از اون بعد به تیم ملی دعوت نکردن. خودتون میدونید دروازه‌بان میتونست تا 38-39 سالگی الان تمام دروازه‌بان بزرگ دنیا و با تجربه ها از 35 سالگی تا 40 سالگی دارن تو دروازه‌بان میشن و بهترین کارم دارن انجام میدن، ولی متاسفانه اینجا 29 سالگی منو کنار گذاشتن. این دروازه‌بان برجسته فوتبال آسیا در طول عمرش همواره به کنار گذاشته شدن از تیم ملی معترض بود. با این حال درخشش حجازی در دروازه آبی ها ادامه داشت. او تا 37 سالگی از دروازه آبی ها حفاظت کرد و به محبوب ترین چهره در بین طرفداران این تیم تبدیل شد. حجازی با تاج و استقلال، چند قهرمانی در جام تخت جمشید، جام حذفی، جام باشگاه های آسیا و جام باشگاه تهران رو تجربه کرد. در سال 1365 ستاره محبوب آبی ها چمدانهایش رو بست و راهی بنگلادش شد. به نظر می رسد نامهربانی ها در ایران او را راهی تیم محمدان بنگلادش کرد. شکست دادن پرسپولیس در جام باشگاه های آسیا به همراه محمدان شروع خوبی برای حجازی در قواره مربیگری بود. حجازی تحصیلات عالی داشت، زبان بلد بود و به نظر می رسید تمامی فاکتورها برای تبدیل شدن به یک مربی ممتاز را دارد. این چهره دوست داشتنی پس از مدتی به ایران بازگشت و مربیگری را در ایران شروع کرد. ابتدا روی نیمکت شهرداری کرمان نشست، سپس به بانک تجارت رفت و علی دایی را به فوتبال ایران معرفی کرد. سپاهان و ماشینسازی تبریز تیم‌های بعدی این مربی خوشتیپ بودند و در نهایت در سال 1375 طرفداران استقلال به آرزوی خود رسیدند و حجازی هدایت این تیم پرطرفدار را به عهده گرفت. دومین دروازه‌بان برتر قرن آسیا به انتخاب مؤسسه آمار و ارقام فوتبال نزدیک 3 سال روی نیمکت تیم محبوبش نشست و دوران پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. حجازی فردی خودساخته و با اعتماد به نفس بالا بود و به همین علت نمیخواست در عرصه مربیگری تسلیم شود. او در ادامه کار در تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال رشت، ماشینسازی، استقلال اهواز و نساجی را تجربه کرد. حجازی همچنان چهره‌ای محبوب در بین علاقمندان به فوتبال بود. صراحت کلام و دیگر جذابیت‌های حجازی موجب می‌شد حتی شکست‌های ورزشی نتوانند چهره او را مخدوش